صبح بخیر، عصر بخیر و شبتون بخیر بچه ها. توی این ویدیو یاد میگیرین چطوری در 40 دقیقه اول بازیتون این بیلد خارق‌العاده بلاد فلیم سامورایی رو بزنین. همچنین مکان تمامی اسپل ها، تالیسمن ها و آرمورایی که واسه بیلدمون بهترینن رو هم بهتون نشون میدم. و مهمتر از همه بهتون میگم چطوری میتونین بیلدتون رو در ادامه بازی آپگرید کنین، طوری که بشه واسه DLC هم خیلی راحت ازش استفاده کرد. سلاحی که برای این بیلد استفاده میکنیم ناگاکیبا نام داره. دلیلش هم اینه که این سلاح بلندترین کاتانا در کل بازیه، طولش تقریبا 2 برابر اوچیگاتاناه و همین ویژگیشه که توی نبردا به دردمون میخوره. ظاهرش هم واقعا معرکه است. با تقویت کردن استات استرنگس و دکستریتی میتونین قدرت سلاحتون رو از چیزی که هستم بیشتر کنین. از اون بهتر اینه که اگه سلاحو 2 دستی بگیرین استات استرنگستون خود به خود 1.5 برابر میشه و به همین ترتیب قدرت خود سلاح. پس 100% باید سلاحمونو 2 دستی بگیریم. پس تقویت کردن استات استرنگس رو هم کم نگیرین، چون به دردتون میخوره. واسه گرفتن ناگاکیبا 2 راه داریم: یا کوست لاین یورا رو انجام بدیم و یا بکشیمش. اینش دست خودتونه بچه‌ها. ولی اگه میخواین خیلی خیلی سریعتر صاحب این سلاح بشین، باید راه دوم رو انتخاب کنین و دقیقا بعد از شروع دور جدیدتون بکشینش تا سلاح واسه تون دراب کنه. مکان دقیق یورا در این قسمت از لیمگریو زیر یه پل قرار داره. حواستون باشه که ضربات یورا میتونن بهتون دمیج زیادی وارد کنن، پس از حرکت ویژه اوچیگاتاناتون استفاده کنین تا بشه راحت تر و سریع تر کشتش. اما بریم سراغ اسکیل سلاحمون که باید از دابل اسلش واسش استفاده کنیم. اسکیلی که بهتون این امکانو میده تون تون به دشمنا اتک بزنین و همشونم بهشون برخورد کنه. بعد از تموم شدن اتکتونم میتونین خودتون 2 تا اتک معمولی هم بهش اضافه کنین. این حرکت وقتی با اینکانتیشن بلاد فلیم بلید ترکیب بشه محشرترم میشه، چون اینطوری میتونین بلاد لاس رو به لطف اتکای پیوستتون سریع تر به دشمن رو وارد کنین. شما میتونین اسکیل دابل اسلش رو توی سلیا با کشتن یکی از قلقلیایی که روی ریشه یکی از درخت نشسته پیدا کنین. آسون ترین راه واسه کشتن این قلقلیه اینه که با اسبتون به این صورت از روی سقف خونه ها بگذرین و بعدش با تیرکمونتون کار قلقلیو بسازین. این اسکیل یه جورایی مثل اسکیل ریورز آف بلاد میمونه که در ادامه ویدیو به اون سلاح هم اشاره میکنیم. ولی حالا باید بریم سراغ اسپلایی که قراره واسه بیلدمون استفاده کنیم. اولیش بلاد فلیم بلیده، اینکانتیشنی که بهتون این امکانو میده با آغشته کردن خون و آتش به سلاحتون کاری کنین تا دشمنا سریعتر از حد معمول تحت تاثیر بلاد لاس قرار بگیرن. و به لطف اسکیلمون دابل اسلش میتونیم این کارو خیلی خیلی سریعتر هم انجام بدیم. اینکانتیشن بعدیمونم فلیم گرانت می استرنگسه، چون میاد دمیجای فیزیکال و همچنین آتشینمونو 20% واسمون تقویت میکنه. اما مکان این اینکانتیشن ها، بلاد فلیم بلید رو میتونین با کشتن یه قلقلی دیگه که در شمال کلیسای روز چرچ قرار داره به دست بیارین. پشت کلیسا یه دریاچه یه کم عمق وجود داره و وسط این دریاچه میتونین قلقلی پر جنب و جوشی رو ببینین که با تعقیب کردن و کشتنش میشه در نهایت این اینکانتیشن رو ازش به ارث برد. فلیم گرانت می استرنگس رو هم میتونین پشت قلعه‌ای به نام فورت گیل به دست بیارین که بین 2 عرابه آتشین قرار داره در پشت قلعه. و اما بریم سراغ تالیسمانامون. از اونجایی که تازه این بیلدو زدیم و در اوایل بازی هستیم، میتونیم از رادگان سورسیل و گرین ترتل تالیسمان استفاده کنیم تا یکم لولامون برن بالاتر و استقامتمونم کمی تقویت بشه. تقویت استقامت خیلی به دردمون میخوره، چرا که اسکیل دابل اسلش بعد از انجام شدن کلی از استقامتمونو مصرف میکنه. حالا بیلدتون آماده است تا به راحتی از اوایل بازی ردتون کنه.
ولی بذارین درباره ورژن تقویت شدهش که مخصوص اواخر بازیه صحبت کنیم. لولمون اینجا 150 و بیلدمونم کاملا تقویت شده است. همچنین میبینین که داریم از سلاح ریورز آف بلاد استفاده میکنیم. ریورز آف بلاد رو میتونین با شکست دادن اوکینا که در ورودی کلیسای ریپوز، چرچ آف ریپوز بهتون حمله میکنه به دست بیارین. کلیسایی که در منطقه برفی یا همون ماونتن تاپس آف جاینتس واقع شده. اگه تا اینجا شو با بیلد اصلی خودتون که ناگاکیبا هستش تی کردین، پس کشتن این اینویدر کشتن اینویدری به نام اوکینا که دارین میبینینش الان واسهتون کاری نداره. خلاصه اتکایی که با این سلاح میزنیم در واقع اسکیل خود سلاح هستش، چرا که اسکیلمون هم دامنه بسیار زیادی داره و هم به دشمنا استات خون و آتش وارد میکنه. همچنین میتونیم در دست چپمون از یه سلاح فرعی مثلا سکریفیشال اکس استفاده کنیم تا هر وقت یه دشمنی رو کشتیم مقداری از FP‌مون هم بهمون برگردونده بشه. وقتی از اسکیل سلاحمون استفاده میکنیم و دشمنا رو به کام مرگ میکشونیم، به ازای هر دشمن 4 FP بهمون برمیگرده. اسکیلمون هم که به منطقه دمیج میده و این باعث میشه چندین دشمن رو با هم ناکار کنیم و مقدار زیادی FP به دست بیاریم. حالا میتونیم از اتک ویژمون سریتر و تند استفاده کنیم. با تقویت دکستریتی و آرکین میتونین اتک این سلاح ها از چیزی که هستم بیشتر کنین. نکته جالب و همچنین گولزنندهی که درباره این سلاح وجود داره اینه که درسته درجه آرکینش روی دیه، ولی با تقویت کردنش دمیجتون رو به اندازه درجه بی و سی تقویت میکنه. نمیدونم چرا. در ضمن فراموش نکنین که این آرکینه که کمکمون میکنه بلاد لاس رو در سریع ترین زمان ممکن به دشمن رو وارد کنیم. حالا میتونیم از همون تالیسمنایی که در اول بازی استفاده میکردیم استفاده کنیم، مخصوصا اون گرین ترتل تالیسمن. ولی الان که در اواخر بازی هستیم میتونیم تالیسمن وینگ سورد اینسیگنیا و یا حتی راتن وینگ سورد اینسیگنیا رو هم بهش اضافه کنیم. هر دوی این تالیسمن ها میان ضرباتتون رو وقتی به دشمن ها میزنین یکی پس از دیگری تقویت میکنن. هی ضربه میزنین، هی ضربه بعدیتون قوی تر میشه. یه کار دیگه هم میتونین بکنین که اجباری نیست، اونم استفاده از تالیسمن شارد آف الکساندره که میاد مستقیم دمیج اسکیل سلاحتون رو 15% بیشتر میکنه. حالا بریم سراغ آرمورمون. خب اینجا یا میتونیم با کلاس بودن انتخاب کنیم یا تقویت و یا هر دو. قبلش بگم که 100% میتونین از آرمور سامورایی پیشفرز اول بازی هم استفاده کنین اگه دوستش دارین، و یا میتونین از ست فوق‌العاده رونین استفاده کنین. همینطور میتونین از ماسک اوکینا هم استفاده کنین که چون کشتینش الان دارینش و دکستریتیتونو 3 میبره بالاتر. وایت ماسک هم گزینه خوبیه. وقتی به یکی از دشمناتون بلاد لاس وارد میکنین تا 20 ثانیه قدرتتون رو 10% افزایش میده، و از اونجایی که با بیلد شوکه کنندمون هی پشت سر هم داریم به دشمنا بلاد لاس وارد میکنیم، واقعا آیتم به درد بخوریه. اما حالا بریم سراغ استت های بیلدمون. از بیلد اوایل بازیمون که با ناگاکیبا بود شروع میکنیم. تنها کاری که باید اینجا انجام بدیم اینه که حداقل استات های لازم واسه استفاده از اسپلا و همچنین ناگاکیبا رو فراهم کنیم. از اونجایی که ناگاکیبا با تقویت دکستریتی قدرتمندتر میشه، پس دکستریتی رو میبریم روی 22. تالیسمن رادگان سورسیل هم که میاد 5 دیگه میبرتش بالا. در مورد وگر و اینجورنس هم تا حدی ببرینش بالا که خونتون خیلی کم نباشه و همچنین استقامتتون هم طوری باشه که بتونین از اسکیل دابل اسلش نهایت استفاده رو بکنین. 16 وگر و 11 اینجورنس واسه اوایل بازی خوبه. و اما بریم سراغ بیلد اواخر بازیمون که لول 150 رو میطلبه. پس 50 میدیم به وگر، 30 مایند، 18 اینجورنس، 12 استرنگز، 48 دکستریتی، 9 اینتلیجنس لازمش هم نداریم، 15 فیس و 50 هم آرکین. 50 ویگرمون به خاطر اینه که سبک اتکامون همگی تهاجمی هستن و واسه همین ممکنه چند تا ضربه از دشمنام وسطش بخوریم.
زنده موندن توی نبرد و وارد کردن بلادلاس واسمون از اهمیت بالایی برخوردارن، چرا که سلاحمون خیلی نمیتونه پاییز دشمنا رو از بین ببره و گیجشون کنه. اینجا وقتی تحت تأثیر بلادلاسمون قرار میگیرن پاییزشون یکم به هم میخوره و از بین میره. سی تا مایند هم واسه اینه که بتونیم از اسکیل سلاحمون نهایت استفاده رو ببریم. 18 تا اینجورنسمون هم واسه تقویت استقامت و اکویپ لودمونه. از اونجایی که توی دست چپمون معمولا از یه دونه سیل استفاده میکنیم، اکویپ لودمون باید بالا باشه. استقامت هم 100%. اگه از یه آرمور سبک استفاده کنین همه چی حله بچه ها. استرنگس هم نیاز نداریم. اما بین دکستریتی و آرکین باید بگم که 48 دکستریتی میاد اسکیلمونو قدرتمندتر میکنه، آرکین هم میاد قدرت بلادلاس و ضربات سلاحمونو میبره بالاتر. پس هر دو مهمن. سعی کنین حتما 50 تا آرکین رو فراهم بکنین، چون روی قدرت اسپلا، ضربات سلاح و بلادلاس وارد شده تأثیر مستقیم داره. ولی حالا اگه از این بیلد خوشتون اومده ولی میخواین همینو تبدیل کنین به بیلد شب، پیشنهاد میکنم از کاتانای جدید DLC که واسه همین کار طراحی شده استفاده کنین. من قبلا درباره نحوه گرفتن این سلاح به اضافه شیلد به اضافه آرمور حیرت آورش ویدیو درست کردم که با کلیک روی صفحه میتونین تماشاش کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فیرل.